در رومیان باب 8 آیه 16 تا 18 درباره این صحبت میکنه. میگه اگر ما فرزندان خدا هستیم، چند نفر اینو واقعا قلبن گرفته که من فرزند خدا هم؟ آمین. که راحت میتونه بگه بابای من، ای پدر من که در آسمانی. یعنی این راحت میگه. کسی که راحت میگه یعنی باور رو داره، یعنی قشنگ گرفته که پدر آسمانی یعنی چی. یعنی این روح خدا میگه، روح خدا در دلهای ما گواهی میده که ما خدا پدر ماست. با او ابا، او رو ابا خطاب میکنیم. تازه نمیگه پدر، میگه بابا. بابا صمیمیتر از پدره، کلمه خیلی عمیق‌تره. و میگه اگر ما فرزندان خدا هستیم، که هستیم، وارثان نیست هستیم، وارثان نیست هستیم، هم ارث در عیسی مسیح. کلمه ارث راجبه در واقع یک مالیه، یک در واقع اموالیه که به تو تعلق میگیره و تو حق مالکیت و حاکمیتش رو به دست میگیری. وارث کیه؟ وارث کسیه که حق مالکیت و حاکمیت یعنی چی؟ میتونه بگه این مال منه. مالکیت، حاکمیت یعنی چی؟ براش تصمیم بگیره که با این چه کار بکنه. پس مالکیت و حاکمیت دست کیه؟ وارثه. حالا کلام خدا میگه برای ما یعنی که در عیسی مسیح هستیم، خب میگه اگر ما فرزندان هستیم، وارثان نیست هستیم. اگر اون پادشاهه و من فرزندشم، پس هر چی که از پادشاه هست ارث منه. آمین. بستگی به باور تو داره. کسایی که خدا را خدای ضعیف میدونن معمولا چی بهشون ارث میرسه؟ هر چی بدهیه. اگر پدر تو پدر ثروتمنده، چیزی که به تو ارث میرسه وضعیت خوب خواهد بود. اگر خدا رو شفا دهنده میدونی، ارث پدر چیه؟ شفاست. اگر پدر تو حکیمه، ارث پدر چیه؟ حکمته. اگر خدای تو خدای فیاض و فیض دهنده است، ارث تو چیه؟ فیضه. مطابق باورت که پدر تو کیه، مطابق اون ارث میگیری. آمین. اگر می نداری به باورت رجوع کن، مطابق باورت بر تو بشود. و جالبه که وقتی عیسی مسیح مرد، تمام آنچه که داشت به فرزنداش میرسه، به بستگانش میرسه و همه ما بستگان عیسی مسیح هستیم. آمین. همه ما بستگانش هستیم.